درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. قطعا در خبرهای لحظاتی پیش مطلع شدید که اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت اسلامی اعلام کرده است. مسئله تازه‌ای نیست مسئله تحریم‌ها، اما در تحریم‌های جدید نکته‌ای که دل هر ایرانی را می‌لرزاند، هر ایرانی که هنوز فراموش نکرده از زادگاهش کجاست، در هر نقطه از این کره عرض که زندگی میکند دل و جان معطوف به ایران دارد و قلبش سرشار از عشق بان سرزمین و هموطنان خودش میباشد. این نکته این است که تحریم های جدید شامل تحریم های دارویی و غذایی میشود. یک لحظه توجه شما را جلب می کنم به این نکته. شما که داخل ایران زندگی می کنید می دانید و نیازی به بازگو کردن آن نیست. در همین حال حاضر قبل از اینکه مسائل دارویی، ارقام دارویی و غذایی مورد تحریم قرار بگیرد، بیماران ایرانی به دلیل کم دارویی، بیدارویی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در معرض خطر مرگ قرار دارند. کسانی که بیماری قند دارند، کسانی که به بیماری خطرناک سرطان مبتلا هستند و افراد گوناگون دیگری، کسانی که بیماری ساده‌ای که اکثرا جوان و پیر نمی‌شناسد، یعنی بیماری فشار خون دارند، در معرض سکته‌های قلبی، سکته‌های مغزی قرار می‌گیرند به دلیل اینکه داروی فشار خون را پیدا نمی کنند، داروی بیماری قند را پیدا نمی کنند و طبق معمول و به طریق اولا در بیمارستان ها نمی توان داروهای ضد سرطانی را، پرتودرمانی را، کیموتراپی را و این گونه مسائل را پیدا کرد. در چنین شرایط اسفناکی است که آقای خامنه ای از این کسانی را که طی 20 سال گذشته پرورده، در اصطلاح دامداران پروار بندی کرده، میخواهد که اختلافات را رو نکنند، اجازه ندهند که چهره حکومت اسلامی در جهان و در میان مردم ایران به گونه ای وانمود شود که هیچ کس دیگری را قبول ندارد و در هیچ شرایطی نمیتوان این حکومت را یک حکومت منسجم شناخت. آیا این حرف آقای خامنه ای با این اوضاع احوال جدید که مجدداً بعد از همه اون شعارهایی که سپاه پاسداران داد و حکومت اسلامی داد، دولت اسلامی داد، قیمت دلار به بهای 4200 تومان به شیشه صرافی ها بازگشت، یعنی پذیرفتن که دلار 4200 تومانه، این یک بخش قضیه است. بخش دیگر این است که نشریه فارن پالیسی، سیاست خارجی، که یکی از نشریاتی است که به طرق عادی با آن نمیتوان دسترسی پیدا کرد مگر اینکه آبونمان آن شوید و آبونمانش رقم بالایی است که از پرداخت آن از عهده آدم های معمولی مثل من بر نمی آید. یه روز روزگاری من آبونمان فارن پالیسی بودم و می دیدم و می خواندم، اما اکنون نمی توانم که آبونمان چنین نشریه‌ای را پرداخت کنم. یک کارشناس امور بین الملل می گوید که یک نقشه جنگی تحت بررسی است. در این نقشه جنگی گفته می شود که یک حمله مشترک توجه داشته باشه، یک حمله مشترک به سایت های اتمی حکومت اسلامی انجام می گیرد که چندان خوش ناآیند نیست، یعنی خوشایند است این حمله. دلیل می آورد که چرا خوشایند است، می گوید که چون این حمله بین 2 ساعت و حد اکثر 2 روز طول میکشد و به شهروندان ایرانی آسیب زیادی وارد نمی آید. این
کارشناس و تحلیلگر امور بین المللی گویا از اوضاع و احوال جغرافیایی کشور ما بیخبر است. کشور ما کشور پهناوری است. از پایتخت تا منطقه بلوچستان 4-5 ساعت پرواز است. از تهران تا بندرعباس تا کرمان چند ساعت پرواز است با هواپیمای مسافربری. چگونه میتوان در یک پهنه جغرافیایی این گونه گسترده بتوان طی 2 ساعت به جنگ خاتمه داد و این گونه اظهار نظر کرد که ضرری هم در حقیقت ندارد، چون به شهروندان ایرانی آسیبی وارد نمی آید. حتی اگر از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور هم حمله شود، اولین خساراتش به شهروندان ایرانی وارد می شود. چرا؟ به دلیل اینکه این رژیم ضد ایرانی که هیچ نوع احساسی راجع به ایران و ایرانی ندارد. فراموش کردید که در هواپیمایی که خمینی را به تهران می آورد، وقتی که خبرنگار خارجی از او پرسید حالا که بعد از 15 سال به وطن باز می گردید چه احساسی دارید، پاسخ داد هیچ. و درست گفت. آن پیرمرد 1400 ساله برخواسته از سهاری عربستان سعودی، از دوران قرون وسطا، هیچ نوع احساسی به ایران نداشت. درست میگفت، حقیقت را میگفت. چنین رژیمی چه کرد؟ آمد سایت های اتمی را با یک زیرکی که ویژه آخونداست در کنار شهرها بنا کرد. نبرد این سایت ها را در محلاتی که کم جمعیت است یا روستاهای پراکنده دارد، در کنار شهرهایی بنا کرد که جمعیت آنها قابل توجه است. چرا این کار را کرد؟ به این دلیل که هر حکومتی من باب مثال دولت اسرائیل را از حمله به این سایت ها باز دارد. برای اینکه هر دولتی فکر میکند که وقتی حمله ای را شروع کند که تعداد زیادی کشته از مردمان غیر نظامی آن مملکت بدهد، خشم جهانیان برانگیخته می شود، نفرت جهانیان برانگیخته می شود. بگذاریم از اینکه در منطقه خاورمیانه که وابستگی های مذهبی بیشتر از وابستگی های ملی است، بیشتر از وابستگی های فرهنگی است، این کشتار همگانی چه کار خواهد کرد و چه مصیبتی را برای کشورهای حمله کننده به وجود خواهد آورد. همین کار و اقدام غیر انسانی و ضد ایرانی حکومت اسلامی موجب شد که سایت های اتمی در کنار شهرهای پر جمعیت ساخته شود. پس بنابراین برخلاف نظر این کارشناس نشریه فارن پالیسی یعنی سیاست خارجی، به شهروندان ایرانی بیشترین آسیب می آید. هنوز جنگ نشده است که دارو را روی مردم ایران به بهانه تحریم ها می بندند. هنوز جنگی در نگرفته است که بیماران ایرانی باید در خیابان ناصر خسرو با این دلار 4200 تومان خریداری کنند داروهایشان را، اگر پیدا کنند، اگر پیدا شود، اگر بتوانند از طریق قاچاق تهیه کنند. همه این مشکلات از کجا ناشی می شود؟ به طریق و ترتیبی باز می گردد به خود ما مردم، به طریق و ترتیبی باز می گردد به خیانت روشن فکران ما در سال 57. چگونه می شود یک فرد تحصیل کرده پاریس، واشنگتن و سایر کشورهای بزرگ دنیا، لندن، کانادا و نمی دانم کجا و کجا، نفهمند و درک نکنند که وقتی نام حکومت اسلامی می آید معنایش چی است؟ نمی دانند که دستورات اسلام در مورد رفتار با زنان و بانوان چیست؟ نمی دانند که در اسلام می گویند هر کی با ما نیست پس علیه ماست، کشتن او حلال است. نه فقط حلال است که در بهش قصی می گیرند با 7000 حوری بهشتی. اینا رو نمی دانستن، نخونده بودن.
کتب تاریخی همین مربوط به مذهب اسلام را نخوانده بودند. پس چه شد که تحت تاثیر جوی که همگان میدانند بی بی سی لندن به وجود آورده بود، اینگونه به خیابان‌ها ریختند و به جای اینکه مردم را اون روزها آشنا کنند، بگن مردم حکومت اسلامی به منزله خطری است که بر شما دارد نازل می شود، به هوش باشید که چه خواهد شد. نه، این کار را نکردن، این روشنگری ها را انجام ندادن که سهل است هر روشن فکری را که شما می شناسید نام ببرید تا من خدمت شما عرض کنم که روشن فکری که وظیفش نقد است، وظیفش کنجکاوی است، وظیفش روشنگری است، چگونه با حکومت اسلامی همگامی و همراهی کردند، چگونه زیر عبای خمینی جمع شدند و تاریکی و سیاهی اون عبایی که بر سر آنها افتاده بود نادیده گرفتند و به خیابانها آمدند و مقالاتی نوشتند که این آزادی است که فرا میرسد. هر کدام را میخواهید به من ایمیل بزنید، من برای شما شرح دهم، مقالهش را برای شما بگویم در چه تاریخی، در کدام نشریه آن روزگاران به چاپ رسید. پس اولینش گناه این شرایط امروز به گردن ماست و بعد بخش دیگری که حکومت است و حکومت این را گناه نمی داند، این را دفاع از اسلام ناب محمدی می شناسد. حالا این اسلام در نوع چه نوع خطری قرار گرفته بود که باید یک ملت پیشرفته مانند ملت ایران با آن تاریخ و گذشته ها ناگهان بخواهند به دفاع از اسلام محمدی برخیزند و خود را به چنین روزی بیاندازند که همه شما شاهد و ناظران است. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. طبق معمول تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم. بدرود.